خب موافقیم بازی رو شروع کنیم؟ تا حالا کاری کردین که نشه بخشیدش؟ من این کارو کردم. الان چطوری؟ چیزیت که نشده؟ پسرم، عزیزم، پسرم، عزیزم، مامان چیزم نشد. برای یه شب آورده بودنش خانم آیسان، اسب مسابقه است. پسر شما هم تا دید پرید روش. مگه دیوونه شدی؟ مامان نگاش کن ببین چقدر نازه. جان این چه کاری بود که کردی؟ باشه میریم خونه حرف بزنیم. گاهی تاوان گناهایی که مرتکب میشیم و عزیزترین کسانمون پس میدن. پوت من دیگه نیستم. پاس. بدجوری بالو پراتو چیده. تازه سرش اصلا باور کردنی نیست. دیگه چیزی برامون نذاشتی. چنگیز اینو از کجا پیدا کردی؟ والا ما ایشونو پیدا نکردیم، اون ما رو پیدا کرده. شب همگی بخیر. فقط همون یکی مونده. این واسه بازی نیست، مهره شانس همه. زیادیه. چیزی که میذاری وسط باید اینقدر ارزش داشته باشه که بردنش به آدم بچسبه. حالا شد، رقیبمو پیدا کردن. منتظر فرصت مناسب. خودمون دوتا موندیم. پس شرط رو یکم ببریم بالا. ۲۵۰,۰۰۰ تا. بابا چه بازی؟ یالا زود باش، وقت خوابه. جان دیگه نمیذارم سوار اسب بشی. مامان از یه چیز خوشم میاد اونم اجازه نمیدی؟ مارمولک رو ببین، تو دنیا کدوم بچه اندازه ی تو اسباب بازی داره؟ من اسباب بازی نمیخوام. بعدش همون که اسباب بازی نیست، اون یه چیز دیگه است. خب تو سوار اسب خودت شو. با اون اسب وحشی چی کار؟ هیجانی نداره ماما جان. راست میگم. خب اون اسب برای سواری نیست، وحشیه.
خدا نکنه یه لگد بهت بزنه تا دریا پرواز میکنی. میدونم. ماما میشه فردا برای آخرین بار سوارشم؟ میدونی تو بعضی وقتا منو میترسونی. برای چی؟ برای اینکه شبیه خودمی. مگه بده؟ شب بخیر. شب بخیر. آیسان بهارو خوابوندی مادر؟ خوابوندمش مامان. دنیزلی 1987. بهار بازم سرفه میکنه. باباتون الان میاد. بابام اون شب نیومد. فردا شبش هم نیومد. بابام دو هفته بعد اومد مثل همیشه. آیسان بابام اومد. بابا اومد. بهار بابا اومد. آیسان آیسان بابا بودو بیا بغلم پروانه خوشگل من. عزیزم دختر بابایی بذار ببینمت. هرچی بزرگتر میشی بلاتر میشی. زود به پر سوار شو یه دور بزنیم. اینجا رو اینم هرچی بزرگتر میشه کپی مادرش میشه. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. بیا بیا دخترم فراد نکن بابات نشناختی. عزیزم سردار رحیمه حالت چطوره؟ خوبم. خیلی خستم رحیمه. آب گرم و لگن رو حاضر کن برام. آخه اینقدر با عجله اومدم که یادم رفت یه چیزی هم برای تو بگیرم. همش تقصیر این کله بیعقل منه. عیب نداره همین که اومدی کافیه. عزیز دلم. ما با آیسان میریم یه دوری میزنیم و برمیگردیم باشه؟ تو آب گرم و یادت نره عزیزم باشه؟ مادرم و بعدها بازم دیدم ولی تصویری که ازش تو ذهنم مونده تصویریه که در حال رفتنیم و مادرم با بهار به ما نگاه میکنه. چون بابام مادرم رو همین طوری کشت. بابام باعث شد مادرم از ناامیدی، سرنوشت، خیانتهای تموم نشدنیش، بدقولیاش، وعده های الکی که بهش میداد، فقر و خلاصه بابام بدون اینکه بهش دست بزنه فقط با اخلاقی که داشت اونو به راحتی کشت. آیسان جان چه گردن بند خوشگلی داری. امسال کلاس چندومی؟ ابتدایی تموم میکنی؟ آره رحیمه همیشه میگفت دختر من خیلی باهوشه. شاید توی یکی از مدارس استانبول قبول شد ما هم بریم پیشش. دوست داری؟ با بهار بیاین استانبول با هم باشیم با هم زندگی کنیم. چی میگی؟ موافقی؟ ها؟ بگو دیگه. اینجا چه خبر آیسان؟ داشتم باش حرف میزدم. گفتم شاید دلش بخواد مدتی با من باشه. منظورت چیه با تو؟ تو که به خاطر کار زیاد خونه نیستی. تو خونه دلش میگیره مثل مادرش. نکت خانم. آیسان هیچ شباهتی به مادرش نداره. مگه نه آیسان جان؟ اگه پدری
دستشو به طرف دخترش دراز کنه، اون دختر تا جهنم دنبالش میره. ببین منو، اصلا گریه نمی کنی و از این به بعد همه چی محشر میشه، خودم و خودت. حالا روزمونو میبینی؟ از این به بعد هر کاری دلمون خواست انجام میدیم، میپریم سوار ماشین میشیم، هر جا دلمون خواست میریم، من بعد علافه هیچ کس ناکس نمیشیم، میریم تا اون بره دنیا. دختر این چشمایی که تو داری، ببین همه جا مینویسم، تا وقتی این چشما رو داری همه رو دنبال خودت میکشونی. یه غریبه، یه مسافر، یه شبم بی پنجره، میروم با کوله باری از غم و از خاطره. یه غریبه، یه مسافر، یه شبم. سلام، اسم من آیشه است، میشه کمکمون کنی؟ با بابام داشتیم رفتیم ازمیر، خواهرم مریضه، میخوایم ببرمش بیمارستان، ولی ماشینمون پنچر شد، بابام پیره، بارونم میباره، تایر ماشینو خودم براتون میارم. ای جان، تایره به اون بزرگی آوردی؟ دخترم، پدرتو انگار اصلا عقل و کلش نیست، آخه آدم با همچین ماشینی تو جاده میاد؟ تعمیر کار چقدر ازت پول خواست؟ 50,000. عجب آدم نامردی، دیده بچه از خواسته سرش کلا بذاره. خدا رو شکر انسانیت هنوز نمرده. بیا دخترم بیا، 20,000 تا شب من میدم. سلام، اسم من نسیمه. پدرم تو زندگی یه چیزو خیلی خوب بلد بود. اون میدونست چطوری از اعتماد دیگران استفاده کنه، میدونست چطوری از احساسات مردم سوء استفاده کنه، میدونست آدما چی تو ذهنشونه و چی فکر میکنن، درست مثل یه حیوان که شکارشو با بو کشیدن پیدا میکنه. منم طعمه شکاراش بودم. سلام خانم، مشکلی پیش؟ اسم من احمده. سلام، منم پینارم. من مثل یک گرگ بی رحم و دوست داشتنی، مثل یک کادوی کوچولو بودم. آدم ها بودم. بابا، عزیزم، حالت خوبه؟ بیا تو، بیا ببینم چی کار کردی؟ لختش کردی؟ ده بگو دیگه دختر. بله بابا جون. دختر باباشه، پروانه کوچولوی من، فقط تو و من، من و تو. بگو ببینم تو این زندگی بزرگترین دروغ چیه؟ خانواده. آره خانواده. بگو ببینم خانواده چیه؟ خانواده بزرگترین دروغیه. آره دروغی. هیچ وقت تو زندگی چهره اصلی تو به کسی نشون نده آیسان. اگه بدونن کی هستی دیگه کسی ازت خوشش نمیاد. تو رو به چشم یه دختر بیارزش میبینن. عشق دروغه، دروغ. بگو ببینم، برای اینکه عاشقت بشن چی کار باس بکنی؟ برای اینکه دوستت داشته باشن دروغ میگم.
خواهر. بزن بر میگردی؟ نمیدونم کجا میرم. کارا رو که روبرو کردم میام پیشتون. خواهر جون مواظب خودت باش. من حالم خوبه. آی سوارو جان، بابام همیشه میگفت عشق یعنی ضعف. شایدم حق با اون بود. اگه میخوای دوباره از اول شروع کنی باید قوی باشی. اونایی رو که دوست داری باید فراموش کنی. عشقم نیست اجل دیر. کیه این وقت شب؟ کیه؟ آیسان، تا حالا جرأتشو داشتین همه چیو از اول شروع کنین؟ تا حالا خواستین عوض بشین و یه آدم دیگه ای باشین؟ باور کنید من خواستم. کمک میخوای؟ ممنونم. اسم من آمره. منم آیسانم. قبرس 2009. یه بسته دیگه بیار. فهمیدین کیه؟ یه آدم کله خر. ازش چرا؟ درسشو زیادی بلده. چنگیزو مثل کتاب از حفظ میخونه. یعنی؟ رو نمیداره بره. حتی سرشم بر نمیگردونه نگاشون کنه. همچین قماربازی تا حالا ندیدم. اگه همه پولا رو به باد نده فردا خودم حساب این آدم رو میرسم. حتما باید علم شنگه رو بندازی. خوشم نیومد ازش، چی کار کنم؟ میخوام تو گاراژ ازش پذیرایی کنم. پول خورده تموم شد، حالا میخواییم بریم سر پولای گنده؟ معلومه. خب واسه گرفتن همشو 10 دقیقه استراحت بدین. من یه استراحتی میکنم، شما هم یه نفسی تازه کنید. دیگه ادامه نده چنگیز. 2 میلیون پول ازم برده. ادامه بدی بیشترم میشه. حال روزتو ببین. مگه چشه ها؟ چشات داره در میاد، تمومش کن، شکستو قبول کن. ولی یه حسی تو وجودم هست بچه ها، ما امشب میبریم. زد داشت. 1-2 میلیون دیگه تنبیهش میکنی مگه نه؟ تنبیه اون از 2 میلیون بیشتر میشه. به نظرت بزرگترین نقطه ضعف آدم چیه؟ چیه؟ علاقشه.
چنگیز چیو بیشتر از همه دوست داره؟ بردن. چنگیز بردن رو بیشتر از هر چیز دیگه دوست داره. آیسان چی؟ استانبول 1995. رفیق نجاتم بده، اوضاع خیلی خرابه. سلام آیسان. آدم های قصاب دنبال من، نباید پیدام کنن. باز چه دست گلی به آب دادی؟ دست گل کدومه؟ یه کامیون گل. خیلی خوب رفتن؟ سر ترک شدم. خجالت نمی کشی تو؟ چشمت دنبال ناموس این اونه؟ سلام عرض شد. سلام آیسان. این علیه، اینم چنگیزه. از بچگی با هم توی یه خونه بزرگ شدی. آمیر همیشه تعریفتونو میکرد. احتمالا کلی پشت سرم حرف زده. آخه تو محل بهم میگفتن ما یه روسیایی. خب گربه سیاه محل بودم. داداش آمیر رو که میبینی افتخار محلمونه. میدونی راستش آمیر 2 سال از من کوچیکتره، ولی همه فکر میکنن که من از اون کوچیکترم. خب معلومه باید هم اینطور فکر کنن، از بس دنبال درست کردن خرابکاریای توئه. این هم داداش عصبانی محل است. از همون اول که به دنیا اومده ابروش این شکلی بوده، مامانش بهم گفته. باز سر به سر داداش عصبانی نذارا، میزنم اتا. آ چیه، برای چی میخندی؟ میزنم اتا. انگار از غذا خوشت اومده، برای یکم دیگه بکشم؟ نه اگه اینقدر بخورم چاق میشم. دستتون درد نکنه، خوشمزه بود. نوش جونت. وقتی عامر رفت سربازی بازم بیا اینجا. ملیه خانم غذاهای خوشمزهی برات درست میکنه. ممنونم ازتون. نمیدونم این مدت چطور میگذره. تو چشماتو رو هم بذاری برگشتم، تو اصلا نگران نباش. دینشو به وطنش ادا میکنه و برمیگرده. میگذره، نگران نباش. آیسان اگه قهوتو تموم کردی مامان برات فال بگیره. هرچی میگی درست سر میاد. باشه. بذار مادر خودش هم بگه. تو چیزایی که دیدی رو بگو. صبر کن مادر جان، اینجا دوتا بال میبینم. مثل بال پروانه؟ آره تقریبا. خب کنارش چیز دیگه هم هست؟ آره کنارش یه چیزی شبیه قلم میبینم. یعنی میگی مثل سایه ی آدمه؟ آره یه جورایی. عزیزم این روزا منتظر کسی هستی؟ مثلا تا ساعت 3 شب؟ نه منتظر کسی نیستم. مثلا یه فامیل نزدیک که یه مدت ازش بیخبر باشین، یه همچین چیزایی؟ نه. کسی که نمیتونی فراموشش کنی؟ نه. من فقط یه خاله دارم، فامیل دیگه ای ندارم. ولی منو داری، مگه نماده؟ سالم برو و سالم برگرد. ممنون بابا، خداحافظ. کارتو درست انجام بده تو سربازی. باشه بابا، خیال راحت باشه. مادر تا موقع برگشتنت همین برام کافیه. مواظب خانوادمون باشی. اونا باید مواظب من باشن، من بچه‌ام. داداش علی، ها؟ تو هم مواظب این باش. ولش کن، تو نبوده من همه جا رو به هم میریزه. رفیق اونجا قهرمان بازی در نیاریه باشه؟
خودتو نندازی جلو دیوونه بازی در بیاری. بعد 40 سال یه حرف درست حسابی ازت چنیدم. مواظب خودت باشی، تو رو لازم داریم. داداش قطار دیگه داره میاد. بادو کار دنیا رو میبینی؟ دارم اذیتت میکنم. این چه حرفی آمه؟ نامه بنویسی؟ حتما، مثل دیوونه ها مینویسم. ننویسی اونجا عقلمو از دست میدم، هی میگم یه نفر به اسم آیسان بوده یا من رویاشو میدیدم. چی شده؟ میترسم. چرا میترسی؟ ببین بگینه رو نمیدم، هیچ چیز دیگه هم واسم مهم نیست. زود باش، قطار داره میره، عجله کن. باشه. خاله خب بگو دیگه. این نامه ی عامره؟ عامره عزیزم، همه خوبن. با مادر تینا بعضی وقتا حرف میزنم، دستشون درد نکنه، همیشه حالمو میپرسن. دیشب برای شام دعوتم کردن. برادرت عکسایی که انداخته بود و به هم نشون داد، همشون قشنگ بودن. دوستاتم خوبن. چنگیز عجب پسر جالبیه، آخرش نفهمیدم این پسر بامزه است یا نه. منم خوبم، میرم مدرسه و برمیگردم. اینجا هیچی عوض نشده، مثل اون روزا. فقط تو نیستی. اینجا انقدر سرده که انگار زمان منجمد شده. همش تو این فکرم که وقتی اومدم چه اتفاقی میافته. نکنه تو هم عوض شده باشی و بشی یا آدم دیگه. بیشتر از برنگشتنم از این میترسم که موقع برگشتنم با همون آیسان روبرو نشم. آیسان دوستت اومده، گفتم بهش خبر بدم ولی... آیسان چند روز پیدات نیست، نگرانت شدم. باشه خاله جان، با هم میایم پایین. من پایینم. آخش چه خبره؟ پیجات نیست؟ خبری نیست، میرم مدرسه و میام. بازم نامه بازی شیطون. بده من. بس دیگه، مثل این سریالای در پیت. از این تار موهات هم براش میفرستی؟ یه دونه به من میدی؟
وایسا زحمت نکش خودم میکنم. صبر کن. خیلی خوب. یکم بخند. تو این جوانی نباید مثل پیر زن باشی. زندگی رو نباید واسه خودت جهنم کنی. بلاشو بریم بیرون. کجا بریم؟ من هیچ جا نمیام. بس دیگه آیسان. مثل این زنای بیوه شدی. حوصلت سر نرفت همش تو خونه بودی؟ خونه؟ خونه؟ نه. زود باش. با هم دیگه میریم یه جایی. میریم بازی میکنیم. دختر باورت نمیشه فیشای 100,000 دلاری رو همینجوری میذارن رو میز مثل ریک. همینجوری دستتو که بندازی کلش قلمبه میاد تو دستت. باورت نمیشه. لامصب خیلی خرف. عجب آدمی هستی. خب رسیدیم، من دیگه باید برم. یعنی چی؟ همینجوری فلت کنم به امان خدا؟ جواب عامه رو چی بدم؟ میگه آیسان رو سپردم دست تو، بعد یهو دیدم نیست. منو سپردی دست تو؟ آره دیگه. مگه بهت نگفته؟ گفت حواست باشه، رو حرفت حرف نزن. اون وقت تو چی گفتی؟ منم گفتم نداداش. این دختره شاید منو تو دم رودخونه ببره ولی تشنه برام می‌گرده. منو میگی؟ من پیش تو چیزی نیستم چنگیز. این حرف تو همه باور میکنن ولی من نه. بعدشم من فهمیدم تو کی هستی. خب کی هستم؟ ببین اینجا راه دوتا میشه، یه طرف روشناییه یه طرف دیگه تاریک. حالا اگه هر دومون بریم به طرف این دوراهی، دوتاییمون، تو و من، هر دفعه طرف تاریکی رو انتخاب میکنیم. چرا اون یکی راه انتخاب نکنیم؟ اون بر روشنتره. نمیدونم، ذاتمون اینطوریه. نمیتونیم عوض شیم؟ نه نمیتونیم. اشتباه میکنید آقا چنگیز. شما بفرمایید سمت خودتون، منم سمت خودم. عذاب میکشی. حالا میبینی به زودی از این مثبت بودن حالت به هم میخوره. دنبال یکی که مثبت نباشه میگردی. اون موقع مطمئن باش میام پیش تو. چنگیز حسابی پرت و پلا میگی. شب بخیر. راستی این مال توه. نگهش دار، مال خودت. خودت بردیش. نمیشه، مال توه. خاله؟ خاله؟ خاله کی؟ بهار! خواهر جون! خواهر جون! جانم! دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور. بهار؟ بهار، پروانه کوچولوی من، نمیخوای بابا تو ببوسی؟ قبرس 2009. علی، چنگیز اونجاست. خیلی خوب، دارم میام. علی، کسی بلای سر پسرم آورده؟ امکان نداره، صبر کن الان میام.
پس آخه کجا رفته؟ نمیخوای بگی که پشیمون شدی؟ تازه گرم بازی شده بودی. جای خیلی قشنگیه. آره؟ حتما خیلی براش زحمت کشیدی. خانوادگی تو کار هتل بودیم؟ نه آیسان خواست، چون همسرم خواست وارد این کار شده. قبلش چی؟ قبلش؟ یه مدت سرم شلوغ بود، کارهای دیگه میکرد. من مثل برگ درخت میمونم، باد هر طرف که بره منم اون طرف میرم، مثل خیلی آدم ها. درسته. تا قبل از اینکه آیسان بیاد زندگی به هم ریخته ای داشته. شنیدی که پشت هر مرد موفقی یه زن هست؟ آره. شانس زندگی می باورتون میشه قبل از اون تو هیچی شانس نداشته؟ میدونین که بعضی هستن که قرعه بد همیشه به اسمشون در میاد. من از اونا بودم. بعد چی شد؟ بعد چی شد؟ نیت کردم، جواب دادم، این حوض واسه همین درست کردم، حوض دعاست. شما این کارو بکنید، شاید جواب بده. برا کارامه، دلم برا تنگ شده بود. دختر سوسول، شوخی کردم، تو اسب خوبی هستی. آقای عزت یه موضوعی پیش اومده. اینجا تو استابی اسب وحشی هست، گیر به اون داده، کاری انجام بدم یا نه؟ کار احمقانه نکنه؟ نه، فقط حواست باشه. مطمئنی؟ چیزیش نشه یه وقت؟ کاریه که گفتم انجام بده. مشکلی پیش اومده؟ برای من نه. بازی کنی؟ خیلی خوب، نترس. منم جان میخوام بیام تو، نترس، کاری نمی کنم. برداشته؟ با اون اسب رفته. اون اسب وحشیه. به همه خبر دادی؟ میفته میمیرم. اتفاقی نمیفته. اینا پیش من جا گذاشتی. استانبول 1997. بابا خب دلم برات تنگ شده عزیزم، گناه مگه؟ بهارم خیلی دلش برات تنگ شده، خیلی هم برات گریه کرده، مگه نه بهار؟ سردار چی میخوای؟ اینجا چه جای خوبیه،
به خدا زندگی تو همچین جایی مرکه است. سردار تو چه دور زمانی زندگی میکنیم؟ آدم نمیتونه بیاد دیدن دختر خودش؟ خیلی خوب خیلی خوب، فردا میره. میری؟ تو استانبول یه کاری برام پیش اومده، گفتم یه سریم به خالت بزنم. خیلی وقت خبری ازش نیست، ولی از همه چی با خبرم. میدونی که کلاغا خبرها رو میارن، میدونستم اینجا زندگی میکنین. نگاش کن، ببین چقدرم خوشگل شده به دست سوخته. فردا میری دیگه؟ فردا صبح زود. اون شب رویا ندیدم. سالهای سالم بعد از اون دیگه رویا ندیدم. خب عزیزم، خیلی زوده. خواهر جانم، بابام باهات حرف زد؟ نه، قرار بود چی بگه؟ نمیدونم چی میخواد بگه، ولی تو رو خدا حرفشو گوش نکن. کاری که میگه نکن. عزیزم صبح بخیر، املت درست کردم، میخوری؟ ای بی وفا، بابا تو ول کردی رفتی ها، واقعا که دست درد نکنه. اگه نگم بعد رفتنت چوکه نشدم دروغ گفتم، بعد فکر کردم کجاش واسم عجیبه. خب معلومه باس میرفت تا روپای خودش وایسه. بابا تا ثابت کنه بزرگ شده، به خودش برسه. خب بعدن همدیگه رو میبینیم دیگه. ببین بابا، میدونی از دور مواظبت بودم، اولش چیزی سردر نیاوردم، ولی بعد گوشی اومد دستم. بابا گوش میدی؟ دیدم آیسان خانم اوضاعشو روبرا کرده، داره آروم زندگیشو میکنه. یکم اوضاع رو سبک سنگین کردم، دیدم همه چی حاضر و آماده است و خودم رو نشون دادم. این پسره که قاپشو دزدیدی، آمه رو میگم یه 5-6 ماه این دورو بران نیست، تو این 6 ماه هم کارمونو حسابی رونق میدیم. وقتی برگشت چیزی که میبینه باورش نمیشه. بابا من آمه رو دوست دارم. خیلی خوب بسه، فهمیدم حالت خوبه. ول کنین اشمشق و این بازی ها رو. بازی نیست دیگه، اون آیسانی که میشناختی نیستم. چی داری میگی تو؟ ها؟ بچه بزرگ کنم، تربیت کنم، تا اینجا برسونم، اون وقت یکی دیگه همینطوری بیاد ازم بگیره؟ این چشما نمیذارن کسی تو رو از چنگم در بیاره. بابا دیگه تموم شد، برو. باشه باشه میرم، معلومه که میرم، پولا رو که جمع کردم گذاشتم تو جیبم، اون وقت میرم. اینجا کجاست؟ میخوای اینجا زندگی کنی؟ آره، میخوای مثل اون زنی که کلفتی اینه اونو بکنی؟ یا جورابای اون پسر عامر رو میخوای بشوری؟ ها، یعنی من نتونستم هیچی بهت یاد بدم؟ من اونو با هیچ... آیسان، دختر نازم، ما مسافر یه راه دیگه ایم، قطار ما تو اینجور ایستگاه وای نمیسته به خدا. بابا خواهش میکنم، برای آخرین بار آیسان، نگاه کن موهای سفیده ببین. حواست نیست ولی بابا دیگه پیر شده، تو زندگیش غیر از تو چی داره عزیزم؟ فقط تو موندی آیسان جون، هرچی بلد بودم بهت یاد دادم دختر گلم. ببین بهت قول میدم، قول شرف میدم این کارو انجام بدیم، از زندگیت برای همیشه میذارم میرم، دیگه منو نمیبینی دخترم. نمیتونم، نمیتونم این کارو بکنم، نمیخوام. جدی چی داری میگی؟ این آدم ها اگه بدونن تو کی هستی میذارن پیششون بمونی دختر خوشگل من؟ آره، اگه بدونن چی کار کردی میذارن کنارشون باشی؟ تو هیچی نمیگی. معلومه که میگم، به خاطر خودت. حالا که از اول شروع کردی باشون رو راست باش، همه چیو تمام و کمال براشون توضیح بده. این پسره آمه رو میگم، آیسان واقعی رو از زبون من بشنفه، اون وقت معلوم میشه تو رو دوست داره یا دوست نه. بابا اگه بگی میمیرم چطور میتونی اینقدر پست باشی؟ به خاطر صلاح خودته، ولی تو سر قبری که توش مرده نیست گریه میکنی.
ببین آیسان، فقط یه نفر هست که میتونی بهش اعتماد کنی. اون یه نفر این پسره یه رقبا نیست. کسی که تو رو بشناسه، درکت کنه، بهت اعتماد کنه فقط منم، بابات. ببین، اگه این کار رو نکنیم، نه من میمونم، نه عامر، نه بها. اگه انجامش بدی، یه دنیا پول گیرت میاد. تا حالا هرچی آرزو داشتیم بهشون میرسی. من حرفامو زدم، تصمیم با خودته. من به عنوان پدرت فقط راهو نشونت میدم. راستی بها رو میذارم پیشت، یه چند روزی باهاش باش، شاید بعدن فرصتی پیش نیاد.